بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. این برنامه نمیخوام بگم غیر عادیه، ولی میشه بگیم فوق‌العاده است. یادتون اون وقتا روزنامه هایی که فوق‌العاده چاپ میشد یه خبر داغ بود. فوق‌العاده است، دلیلش اینه که من دو سه روز قبل یک نوشته ای رو روی صفحه یکی از دوستان که سالهاست با ایشون آشنا هستم و چندین بار هم در تلویزیون مردم ایشون مهمان ما بودن، یک نوشته ای رو دیدم و فکر کردم که خب من به عنوان یه ایرانی بخونم ببینم این نوشته چی میگه. اجازه بدید من از روی نوشته بخونم که هیچ کم و کاستی و به اصطلاح دخل خرجی نکرده باشیم توی نوشته ایشون. آقای ناصر پاکنژاد، همین اسم رو که بهتون میگم، ایشون اسمش هم درست نوشته، برعکس همه ایرانی ها که یه دونه اسم میذارن. آقای ناصر پاکنژاد وقتی که روی فیسبوک اسم ایشون رو میزنید میاردتون توی این صفحه که با فارسی هم نوشتن. بذارید من صفحه رو به شما نشون بدم و یک کمی بچرخیم و بگیم چجوری شد که من امروز این برنامه رو دارم از اینجا پخش میکنم، ضمن این که من قراره که مهمون آقای پاکنژاد باشم و ایشون به اصطلاح میزبان و صاحب خانه است. خب ببینید، صفحه آقای ناصر پاکنژاد رو روی صفحه تلویزیون مردم از هر جایی که میبینید، یوتیوب، فیسبوک، بعدن از اکس یا همون توییتر یا از لینکدین، هر جایی که میبینید، الان این صفحه ایشونه. اولین موضوعی که نظر من رو جلب کرد این بود: پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی. اول میخوام از آقای پاکنژاد که این رو برای من توضیح بده. من فارسیم خیلی خوب نیست، دلیلش هم اینه که رشته فنی خوندم و اونایی که رشته فنی خوندن میدونن که ماها از کلاس نهم میرفتیم تخصصی، یعنی صبر نمیکردیم دیپلم بشیم بعد رشتمون معلوم بشه و اینها. از همون موقع تقریبا تخصصی بود، میدونست این رشته برق، اون رشته تراشکاری، اون مکانیک و الی آخر. به همین خاطر قطر کتابای فارسی ما خیلی کوچولو بود، باریک بود. حالا من سلام میکنم به آقای ناصر پاکنژاد، بهشون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم اگه میخوان سلام علیکی با شما بکنن. بعد از اون همین یک جمله رو برای من توضیح بدن تا من در این جعبه جادویی رو باز کنم و به قول معروف ببینیم چی از داخل این جعبه بیرون میاد و آیا ما قادر هستیم که این رو ببندیم و کنترل کنیم. بفرمایید آقای پاکنژاد، خیلی خوش آمد. مرسی از شما، درود دارم خدمت شما و همچنون بیننده‌های برنامه. درست روز قرار بود که شما مهمان من باشید، اما تخصص شما در واقع باعث شد که بنده عقب نشینی بکنم و این مسئولیت رو به شما واگذار کنیم و در این ارتباط بتونیم یک بحث دوستانه‌ای رو داشته باشیم، اما چالشی در واقع مشخص بشه که نقش مسئولیت ما چه بوده و آیا کنون این نقش مسئولیت رو به درستی انجام دادیم یا نه. من سوالی که فرمودید یک بار دیگه مطرح کنید، اما یه توضیح هم الان به خدمتتون بدم. اینطور که تصویر برای من مشخص میاد، میشه تصویر خوب نیست، یعنی با سرعت پایین ظاهرا این نه، وقتی که دستگاه ها روشنه اینجوره. به همین خاطر به شما گفتم که اون برنامه‌ای اگه باز هست ببندید تا من میدونید از سیستما میاد، از اینجا میره تو کامپیوتر، اونایی که میبینن خروجی این برنامه رو خیالتون راحت باشه دیگه، بعد از 25 سال اطمینان دارم. ولی تنها چیزی که از چون ما ارتباطمون با اسکایپ هست، گوشه تصویر شما دوباره الان در مثلا عکس خود شما رو نشون میده. اگه اون رو شما بتونید ببندید یا دستش نزنید مهم نیست، مهم اینه که ما چی میگیم. بذارید این سوال یه بار دیگه ازتون بخونم، براتون بخونم. شما توی کاور فیسبوکتون اون بالای سر به قول معروف اون تابلوه، حالا مغازه است، فروشگاه است، حزب سیاسیه، شما این چند تا جمله رو نوشتید: پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی. یعنی چی؟ یعنی
یه راه حل درستی اگه به نظر ما رسید یک ارائه داد ما بهش بپیوندیم، این پاسخمون. خب باید نوشید قبول راه حل درست. اینو برای من بگید دیگه، من یه فارسی دارم میخونم اشکال دارن. از شما که نویسنده این هستین میخوام که توضیح بدید. دوستان الان این صفحه رو میبینن با کامرای 3. بله اینها الان صفحه پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی. عرض کنم که ببینید هر فعال سیاسی که ازش بپرسید برای چی فعالیت میکنه میگه من برای سعادت و خوشبختی مردم. آقای پاکنژاد ببخشید، اگه من و شما بخوام امروز به یه پوینتی برسیم، من کاری به فعالای سیاسی دیگه ندارم. امروز اجازه بدید ببینید، سر یک موضوع معین من و شما دو تا انسانی که سالهاست اینجا هستیم، شما به نظر خودتون فعال سیاسی، من به نظر خودم یک برنامه گذار و مجری تلویزیون، اگر نتونیم با فارسی یه جمله به این سادگی رو من خوندم برام سوال پیش اومده. خیلی خوب، اجازه من جوابتون رو بدم. ببینید همین پاسخ برای همین جمله، پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی. اولا خود شما اینو بخونید ببینیم من درست خوندم، چون میدونیم متاسفانه زبان فارسی یه اشکالی داره که مثلا اگه من گفتم آقای پاک نژاد اعدام، بعضیا میخونن آقای پاک نژاد اعدام، نه اعزام کنید. این اشکالا هست. ا او بفرمایید. انقدر عجله نفرمایید. از این اگر دیدید که حرفای من در رابطه با پاسخ سوال شما نبود، اون موقع شما بفرمایید. ببینید من برای اینکه اون مفهوم پاسخ رو بگم، ببینید هر کاری اصول مربوط به خودشو داره و در این ارتباط یک فعال سیاسی اگر ازش سوال بشه که به چه دلیل دارید تلاش میکنید فعالیت سیاسی میکنید، میگه آقا به خاطر اینکه مردم رو به سعادت و خوشبختی برسونه. و در این ارتباط میگه خب آقا تو اگه میخوایی مردم رو به سعادت و خوشبختی برسونی، بنابراین باید تصمیماتت و اقداماتت در راستای تامین منافع مردم باشه تا در این ارتباط شما بتونید مردم رو به اون خوشبختی برسونید. ببینید اشکال کار شما اینه آقای پاک نژاد عزیزم، گوش کن. شما میگید یه فعال، به اینا اینجا یک جمله انگلیسی میگن که من نمیخوام اون استفاده کنم، شما دارید سوالات محال رو میارید، بعد بر اساس فرض محال میخواین جواب بدید، مشکل میشه کارمون. شما میگید اگر یک نفر اومد به من گفت فعال سیاسی چیه، من میگم اینه، اون به من میگه اونه. دوستان توجه کنید، من از دوستمون آقای پاک نژاد یه سوال ساده میپرسم که آقا توی صفحه شما اولین کلمه و اولین جمله نوشته پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی. بفرم. خب اگر شما بخواید بپرید وسط حرف من که نمیشه بحث کردید. شما از دلید من میداشتم آن نتیجه میرفتم. من ابتدا مقدمه و خدمت رو عرض کردم که هر کاری اصول خودش رو داره و یک فعال سیاسی برای اینکه بتونه اون اصول رو رعایت بکنه باید اساس تصمیمات و اقداماتش رو بر پایه منافع ملی قرار بده. وقتی چنین کاری بکنه و اساس مبنا قرار دادن منافع ملی، پاسخی که برای این که چه باید کرد، این چیزی بود که خدمتون در اونجا نوشته شده و شما فرمودید. یعنی بر اساس تامین منافع ملی پاسخ درست برای رهایی و نجات هرچی سریعتر ایران و ایرانی در انجام گفتمان سراسر ملی با محوریت تامین منافع ملی هست. آیا شما جوابتون گرفتید؟ نه. ولی خب اجازه بدید اینجا فقط من و شما نیستیم، دوستانی که حاضر هستن حتی از ایران الان به ما پیوستن، ممنونم از دوست خوبمون، اونا قضاوت کنن. دوستان من یک جمله کوتاه فارسی سوال کردم، ایشون چند دقیقه توضیح دادن، بعد میگن شما باید اینو بفهمی، یعنی این جمله که نوشتن درست مثل جملات قرآن و ما احتیاج داریم یه کسایی برامون تفسیرش کنن، والا اینجوری نیست که ایشون به من بگه آقا نوشتیم اگر راه حل درستی دیدید شما بهش
بپیوندید. اگر راه حل درستی دیدید شما جوابش بدید. دوباره من این جمله رو دوستان برای شما اجازه بدید دوستان این جمله رو من دوباره برای شما میخونم که در منازلتون و به اصطلاح اداره هستید، هر جا دارید تماشا میکنید. پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی. آقای پاکنژاد شما یه قلم کاغذ اونجا دستت بگیر به من بگو این جمله فعلش چیه، فاعلش چیه و مفعولش کیه. من نمیدونم شما با این منظور چه چیزی رو دنبال میکنم، چون من به نظر من شما اصلا به حرفای من توجه نمیکنم. من دارم خدمت رو عرض میکنم که هر کاری اصول خودشو داره و بر اساس اون اصول پاسخی که برای چه باید کرد در واقع به دست میاد و مبنای اون اصول این هستش که در بالا مطرح شده. حالا اینکه بفرمایید اگه من قبل امتحان زمینم دست و زبان فارسی رو یا این چیزا بدم، من فکر میکنم که برای این موضوع اینجا نیم. اوکی اجازه بدید بریم خط دوم. بریم خط دوم. اجازه بده فرض کنم بی سواد. من دارم جوابش مشخص به سوال شما رو دیدم. هر کاری اصول خودشو داره و بر اساس اون اصول پاسخی برای چه باید کرد در گام نخست در واقع به دست میاد این هستش که در اون بالا نوشته. خب من از شما خواهش میکنم بعد از این مصاحبه شما به جای پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی بنویسید هر چیزی اصول خودش رو دارد. خیلی ساده. ممنونم. بریم جمله دوم. و رهایی و نجات هر چه سریع‌تر ایران و ایرانی در انجام گفتمان سراسری و ملی با محوریت تأمین منافع ملی است. الان معلوم شد که جمله دوم هم مربوط به جمله اوله و جمله سوم هم حتی مربوط به جمله اول و دوم هست. حالا چرا این دوست خوب ما آمده از رنگ سبز و سفید و قرمز استفاده کرده؟ چون ما همه جا میخوایم بگیم که ما ایرانی هستیم، ما پرچم و دوست داریم. ما یه وقت خدای نکرده یه دوستی نیاد به ما توهین کنه، تهمت بزنه و الی آخر، و الا یک جمله رو در سرنگ نباید بنویسن. این نباید رو شما از کجا بردید؟ حالا من خواستم این کار رو بکنم، اشکالش چیه؟ هیچ اشکالی نداره. اشکالش اینه که اجازه بده، اشکالش اینه که من خواننده که میخونم، ای کاش شما برنامه های آقای احمد شاملو رو دیده باشید که میگه متاسفانه ایرانی ها این روزا هر جا دلشون میخواد ویرگول میذارن، هر جا دلشون میخواد نقطه میذارن. آقا ما وقتی بهمون دیکته میگفتن یا به قول قدیمی ها املا میگفتن، معلم با صدای بلند میگفت دارا آب داد نقطه سر خط. یعنی برای بعضی از اونایی که شعورشون مثل من کم بود، حتی میگفت که این جمله که تموم شد هیچ، نقطه یا فول استاپ بذار، حالا برو سر خط، برو پایین. من بر اساس چیزایی که یاد گرفتم امروز این نوشته شما رو میگم ایراد داره. حالا کاری نداره که دوستان در صفحه شما بیان بنویسن که این سلبی مزخرف میگه، فارسی بلد نیست و آقای ناصر پاک نژاد شما درست میگی، شما درست نوشتید. این که خیلی ساده است. ادعای این که من ادبیات میدونم و چه میدونم و من نمی کنم. یک مطلبی نوشتم که تا الان ایرادی گرفته نشده بابت این. برای که دوستان توجه نکردن یا دوستان رعایت میکنن که آقا من یه چیزی نگم ایشون از من ناراحت بشه، ولی من رو همه میشناسن. من شاید به دلیل اینکه دبیر بودم میگردم فقط دنبال غلط ها. اینم یه اشکال بزرگیه. اینه که فکر میکنید که در همه چیز وارد هستید و باید نه 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 اتفاقا ببینید به خاطر اینکه وارد نبودم از شما کمک من... دوتامون با هم حرف بزنیم فایده نداره. من ادعایی در رابطه با هیچ چیزی جز اون چیزی که دارم در رابطه با راه حل برای رهایی و نجات ایران ایرانی ارائه میدم ندارم. من آدم بی‌سوادی هستم، آدم بدی هستم، آدم فلان بهمون هستم و اصلا هر چی که شما میگید درست. من هیچی نگفتم تا حالا، شما خودتون دارین میگید. گوش کنید با من با چیز نکنید، این سیاست رو نیارید، چون خود من از این داستان ها به صلاح بله.
خب حالا بریم جمله چهارم. پیش شرط انجام گفتمان ملی. آفرین. الان شما تازه فهمیدی من چی میگم. من میگم آقا جمله ای که شما نوشتید، من ایرانی که دبیر هنرستان بودم، من ایرانی که 2 سال تو آلمان بودم، 30 و چند سال اینجا هستم، نمیتونم درست بخونمش. به همین خاطر اجازه بده آقای پاکنژاد، به همین خاطر از شما خواستم این جمله رو شما بخونید. این جمله رو برای ما بخونید، من ساکت میشم. این جمله رو برای ما بخونید. باز کنید، لطف کنید صفحه فیسبوک خودتون رو باز کنید، منم اینجا برای دوستان باز میکنم. این جمله رو برای ما بخونید. دوستانی که مثل من کم سواد هستید، یادتون باشه وقتی یه چیزی رو میخونید نگید ولش کن بره، به طرف بنویس آقا من اینو خوندم، من فارسی زبانم، تام فارسی زبانی ولی نفهمیدم. یه شعری داشتیم میگفت ای بسا یک ترک و هندو هم زبان، یادتون هست؟ بفرمایید. ما ساکت میشیم، شما این سردر فیسبوک یا کاور پیج تو برای من بخون. پاسخ به راه حل درست جهت ایجاد همبستگی ملی و رهایی و نجات هرچه سریعتر ایران و ایرانی در انجام گفتمان سراسری و ملی با محوریت تامین منافع ملی است. پیش شرط انجام گفتمان ملی: یک، پذیرش جدایی ناپذیری ایران. دو، برقراری تضمین شده آزادی های سیاسی در هر شکل از نظام های سیاسی منتخب مردم ایران. بفهمید مشکل چی بود؟ به نظر من شما یه چند تا ملی دیگه باید توش می آوردین. حالا به نظرتون هر وقتی شما نوشته ای داشتید، نظر خودتون رو اعمال کنید. دقیقا منم اگر نوشته ای داشتم، شما بیاین اشکال بگیرید و من براتون توضیح میدم. الان من به شما میگم، شما ببین عزیز من آقای پاک نژاد، ببین مثل که استرس اوت شدی. نگاه کن، گوش کن عزیز من، شما الان به من گفتید به نظرت این جمله چیه، گفتم چند به دوستانه‌ای داشته باشیم در این ارتباط چالشی. حالا شما چالشت اینه که بنده ادبیاتم ضعیفه، سواد ادبی ندارم، بنده میپذیرم که شما درست میگید. خب میتونم صحبت کنم؟ بله، من پذیرفتم حرف شما. بنده ادبیاتم ضعیفه، اصلا همیشه هم تجرید آوردم، اصلا از رفوزه شدم. نه، اینو به شوخی میگید یا واقعیته؟ چیو؟ همین که الان گفتید که ادبیاتتون ضعیفه و تجدید میشدید، به شوخی میگید یا واقعیته؟ نه، تجدیدم شدم. خب باشه، خب خدا رو شکر. ببینید پس خودتون قبول دارید که دستور زبان فارسیتون خوب نیست. من چون... که آقا عزیز من، کسی که دستور زبان فارسیش خوب نیست باید این نوشته رو ببره پنج نفر که دستور زبانشون خوبه، بگه دوست عزیز من میخوام اینو به اون. خب نمیذاری من حرف بزنم عزیز من، شما دارید بیمارت باید جدل. پس شما لطف کن به من بگو من چی بگم، شما اون بگم دیگه. دوستان نگاه کنید، این مناظره است. ایشون قرار بوده من رو دعوت کنه. حالا بذارید از این بهترش رو براتون دارم دوستان، بذارید من برم کامرای 3. اوکی، ما اومدیم اینجا، رفتیم صفحه ایشون، این پایین نگاه کنید یه نوشته دیگه ای بود. اولا یه جایی هم نوشتن من ماندم چرا برخی ها دوستان، برخی ها دیگه قبول نیست، چرا برخی بدون داشتن دانش مناسب به خصوص در مسائل سیاسی مرتب در اینجا و آنجا اظهار نظرهای کارشناسانه می کنن. بسیار عالیه، منم واقعا متعجبم و موندم. حالا بیاین پایین تر، ما اون نوشته ای که اساس این دعوت شد و اینها این بود، یه جایی شما نوشته بودید من از آنجا، من با افرادی که، اجازه بدید آقای پاک نشد، نوشته بودید من با اونایی که چیز نمی کنم همبستگی ندارم. من نوشتم زیرش که شما لطف کنید به من بگید که شما با کیا همبستگی دارید. بعد اونو جواب ندادید، طبق معمول آمدید یه مش چیزایی نوشتید که الان اونجا دیگه من تنها نیستم، اونجا اون آقای حاتم و یه خانم دیگه و حتی یه آقای
مطرب این حمیدرضا چی اسمش، مرتضوی چیه، اونم اونجا آمده. ببینید، آها، از این نوشته ها شما کم نداری. مثلا یه جای دیگه نوشتید بهترین راه حل برای مشخص شدن درستی یا نادرستی نظرات و اقدامات هر شخص یا جریانی در انجام مناظره با منتقدین و مخالفین واقعی خود می باشد و من بدین وسیله از منتقدین و مخالفین نظر و عمل کردم دعوت به مناظره می کنم. من نوشتم قسمت اول نوشته شما کاملا درست است. اشکال اینجاست که من نمیدونم شما چه عملی انجام داده اید، چه نظریه ای داشتید و دارید که من با اون مخالف باشم یا موافق باشم. شما همون بالای بالا هم که نوشتید راه حل، این الان اینجا وقت در اختیارتونه، بگید راه حل شما چیه بعد از 44 سال که با صبر و حوصله فعال سیاسی هم هستید. خیلی هم خوبه که شما ادعا میکنید فعال سیاسی هستید، چون اونای دیگه میگن ما که نیستیم ولی همینو میگیم. من از شما ممنونم. شما به ما بگید که نظریه شما چیه که دیگران باش مخالف بودن. ولی تا حالا کسی نتونست مخالفت بکنه ولی باز عمل هم نشده. خب برای که چیزی نیست، وقتی چیزی نیست راجع به چی صحبت کنیم؟ آقای عجبی چطور چیزی نیست؟ چطور جایزه بدید بس من صحبت هم بکنم؟ از خود شما میپرسم اگر بخواید میده اجماع ثابت بکنیم چه فاکتورهایی باید تنگی بشه؟ شما میدونید؟ من که فعال سیاسی نیستم. چرا شما باید کار سیاسی شدی؟ آها، یعنی هیچ کس حرف نزنه، هیچ کس بله بله. آخه اشکال شما همینه، قرار نیست همه سیاسی باشه. آقای پاکنژاد حوصله کن، قرار نیست همه سیاسی باشن، قرار نیست همه مکانیک باشن، همه با ادبی باشن. هر کسی بنا به دانش خودش، تخصص خودش، اون زمینه که ادعا میکنه باید اونو سنجید. خب اینجوری شما بگی شاه هم میگه من به اندازه خودم گفتم و نوشتم و خراب کردم، رجبی هم میگه به اندازه خودم گفتم و گفتم، اینجوری نیست که. ولی وقتی یه نفر در یه مقامی قرار میگیره، توی سطحی میاد که میگه من فعال سیاسی ام، افراد میان ازش انتظار دارن. حالا دوستان یه بار دیگه من شماها رو آوردم اینجا با هم بشینیم ببینیم نظریه آقای ناصر پاکنژاد در این پیدا کردن، ایجاد همبستگی، رهایی، نجات ملی، محوریت ملی، منافع ملی چیه؟ خیلی ساده بگید نظر من اینه، این کارو بکنم. اون کار سکوت کنید بعد از اتمام صحبتم، یادداشت کنید هر چیزی که هست، بعد از اتمام صحبتم مطالبتون رو بفرمایید. عزیزم همونطور که ابتدای صحبت گفتم، هر کاری اصول مربوط به خودشون داره. هر کسی فعال سیاسی ادعای فعالیت سیاسی میکنه، ازش پرسیده بشه به چه دلیل داری فعالیت سیاسی میکنی، در گپ کلام میگوید که به دنبال این هستم که مردم سعادتمند و خوشبخت بنابراین کسی که همچین حرفی میزنه باید سیاست‌های خودش رو، روش‌های اجرایی خودش رو بر مبنای تأمین منافع ملی باشه که در واقع منافع همه مردم مطرحه و اون باید هر نوع روشی رو اتخاذ می‌کنه برای اجرا تأمین کننده منافع مردم باشه، همه مردم باشه، نه تأمین کننده منافع شخصی خودش یا گروهی خودش. بنابراین کسی که همچین حرفی ادعایی رو میزنه باید اصول مربوط به کار رو رعایت بکنه و برای این منظور تنها با چند سوال ساده به این نتیجه میرسه که این حکومت به صدا جمهوری اسلامی از بعد حکومتش تا به امروز برخلاف منافع ملی عمل کرده. سابقهش نشون میده که امکان نداره که این بتونه در آینده هم منافع ملی ما رو تأمین بکنه. ماندگاری هر روز و هر ساعت بیشترش هم منافع ملی ما رو نابود میکنه. بنابراین برای اینکه بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم این رژیم رو ثابت بکنیم و منافع ملی رو تأمین بکنیم، باید حاکمیت ملی یا آزادی دموکراسی رو برقرار کنیم و برای اینکه این اتفاق بیفته باید به همبستگی ملی برسیم. چرا؟ چون منافع ملی مربوط به فرد ایرانیان با هر باوری که دارن هست. بر این اساس همه موظف هستند از اونجایی که این رژیم منافع همه رو به خطر انداخته، هر کسی دنبال آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی هست با هر باوری که داره باید با هم بتونه همبسته بشه. برای اینکه بتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن همبسته بشه،
اینه که بشنن با هم گفتگو بکنن، نگرانی های خودش رو مطرح بکنن و چاره‌ای برای نگرانی هاش رو پیدا بکنن و این همبستگی به وجود بیاد. برای اینکه این همبستگی به نتیجه درست برسه، باید اساس مبنا محور اون گفتگو منافع ملی باشه، نه منافع شخصی گروه خودم. برای این اساس، برای اینکه بتونه کوتاه‌ترین زمان ممکن این رژیم ثابت بشه، باید روی حداقل‌ترین موضوع مشترک همه فکرهای مختلف فکری و سیاسی این همبستگی صورت بگیره. اون چیزی که میتونه همه این طیف‌ها رو با هر باوری که دارن در کنار هم قرار بده، متحد و همبسته بکنه تا آلترناتیو ای رو در برابر رژیم به وجود بیاره که مورد اعتماد مردم باشه، همین است که راه حلش بر این پایه ارائه شده. من بر این باورم و معتقدم، پاسخ توانم دارم که بدم، که اساس کار در گام نخست در انجام گفتمان ملی و سراسری با محوریت تامین منافع ملی هستش. حالا در این اعتبار منافع ملی را براتون تعریف میکنم تا مشخص بشه که چرا میگم این رژیم از بعد حکومتش تا به امروز منافع ملی ما رو به خطر انداخته. شما وقت گرفتید چند دقیقه صحبت کردید؟ معلوم من خواستم حضور بدم، کافیه؟ شما ببینید، من از شما سوال میکنم، شما وقت گرفتید چند دقیقه صحبت کردید؟ وقت بگیرم، شما سوال کردید، من وقت بزنید. آها دوستان، ببینید، ما اینجوری به جایی نمیرسیم، برای که ایشون حتی دقت نمیکنه که چقدر وقت داره صحبت میکنه. تازه میگه حالا من میخوام براتون بگم. بعدن این برنامه رو آقای پاکنژاد، وقتی من براتون ویدیو رو میفرستم، لینکشو میذارم، خودتون یک کرونومتر یا استاپ واچ بردارید ببینید چقدر صحبت کردید. تو هر جمله‌ای چند تا کلمه من دارم صحبت میکنم، شما نپرداخه، چند تا کلمه ملی و این گفتی و چند تا باید این کارو بکنن، باید اون کارو بکنن، همبستگی. شما خودت با کی همبسته هستی؟ با چه سازمانی؟ من با هیچ جریانی همبسته نیستم. من ممنونم از شما، مرسی. اجازه بدین در یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. دوستان عزیز، اجازه بدین من از آقای پاکنژاد تشکر کنم، خداحافظی کنم، با شما هستم. مرسی عزیزم، مرسی، متشکرم. دوستان دیدید برنامه رو؟ اینا هستن، از صبح تا عصرم می نویسن، ولی تو رو به هر کی دوست دارید یکی یکی اینا رو ببری زیر سوال. خودش میاد میگه طرف باید بره زیر سوال. یه سوال ازش کردیم، بنده خدا هول شده نمیدونه چی کار کنه. حالا داستان رو براتون بگم. ایشون وقتی که ما هی نوشتیم و اینها و شروع کرد همینجوری نوشت، من برداشتم دست به دامن هزار شدم. برید بخونید توی فیسبوک خودش هست. نوشتم آقا من یک سوال ساده کردم، شما در جواب تو پرانتز نوشتم سفسته آمدی یک کتاب برای من می‌نویسی. و برید ببینید چند نفر دیگه از دوستان اومدن گفتن آقا این کارشه، این روششه، که همین جوری این تیپ، این آقای رضا پهلوی، این یه نوار از اول میره تو آخر. من یادمه ایران دانشجو که بودیم، پیکان 54 اینا، یه تیپ های اومده بود، شما این از این ور میرفت تو آخر، دیگه شما نمیخواست ورش داری به چرخونیش، خودش از اون ور برمیگشت میمد. اینا اینجوری شدن یه تیپ کاست قدیمی میرن تو آخر، دوباره سر خبس اتوبوس واحد از مثلا فرکه شهرداری میره قصرالدشت، یا از شاهچراغ میره قصرالدشت، قصرالدشت که رسید راننده میاد پایین یه چایی میخوره، دوباره سوار میشن برمیگردن میرن. اینا همینن. آقا من میگم یک جمله نوشته، این جمله رو برای ما بخون. آخونده دیدی وقتی میخوان صحبت کنن فوری شما بهش میگه آقا این که خدا اینجوری گفته، میگه و قرآن میفهمه و یاد ان پتکو پتنتکو این پتکو پتکو. میگم آقا این جمله فارسی ترجمه قرآن خودتونه، من دارم به فارسی بهت میگم، اینا هیچ فرقی با آخوندا ندارن. خب حالا ایشون ما رو دعوت کرده، ما گفتیم قبول. کی میتونید بیان؟ وقتی شما به مهمان میگی کی میتونی بیای، مهمان گفته من 12 ظهر میتونم بیام، چند روز پیش، برید ببینید همش هست. من میگه نه من امروز که نیستم.
روزهای هفته هم تا ساعت 3 بعد 2:30 بعد از ظهر به وقت آلمان و هلند و اروپا و اینا به وقت ما واشنگتن نیستن. گفتم عزیز من تو میزبانی، به من بگو کی هستی، من دفترمو نگاه میکنم، تقویم دارم اینجا نگاه میکنم، اینم نه این روز خوبه اون روز بده، همه اینا مونده. بعد بهش میگم آقا با چه برنامه میخوای با من تماس بگیری؟ با اسکایپ، با وزوم، با فیسبوک، با فیستم، با چی؟ میگه که با اسکایپ. رفتیم اسکایپ رو گذاشتیم و اینا، ما نشستیم اینجا. فکر کنید که شما قراره برید مهمونی، قراره برید مهمونی، ما به ایشون گفتیم که قبل از برنامه برنامه رو چک کنیم، ویدیو و کیفیت ویدیو و صدا رو چک کنیم. گفتن باشه. بعد اومدن میگن که برای حالا به جای چک کردن و اینها میگن که بهتر شما کنترل کنید از اونجا. گفتم آقا پس بفرمایید شما ما رو دعوت کردید که سر راه هم یه 10 تا خوراک چلو کباب بگیریم بیاین. اگه از این مهمونی هاست حالا میفهمی آقای پاک نژاد چرا سربی 20 سال مجانی به شماها وقت داد، رسید به یه جایی که دید شما فقط دنبال یک جای مجانی و مفت میگردید که حرف مفت بزنید. حالا من میام اینجا، اگه دوستان چیزی نوشتن، سوالی دارن، جواب میگم، اگر نه که میذاریم برای یه وقت دیگه تا یه نفر باشه به عنوان مادریتور یا اون مدیر جلسه بگه آقا 3 دقیقه شما صحبت میکنی، بیاییم ما اینجا از این چیزا داریم، بهش میگن اینجا ما میگوییم تو ایران کرونومتر، ولی اینجا میگن استاپ واچ، وقت رو میگیره. به آقا میگم آقا شما من میگی هیچی نگو تا من بگم، خب چند دقیقه صحبت کردی؟ میگه آهان حالا میخواستم تازه بگم، یعنی این دکمهشو بزن شما برو کارات انجام بده، آخر هفته برگرد. همون جوری داره میگه، یه جمله نوشته 3 تا ملی توشه. اصلا ازشون سوال کن ملی یعنی چی؟ آقایون خانما شما به من بگی این همه سال رفتید درس خوندید، از اون که تا دیپلم رفته، از اون که تا دکترا رفته، از اون که تو فوق دکترا و تخصصی رفته، در کدام زمان، در کدام کتاب به شما حرفی از صحبت، حرفی از میهن پرستی یا صحبتی از وطن پرستی به شما زدن؟ بگین بنویسید. بابا تیمسار آریانپور گاه سوربی من این همه سال درس خوندم، این همه سال خدمت کردم، هیچ جایی سخنی از وطن پرستی نشنیدم. اصلا از یکی بپرسید آقا وطن پرستی یعنی چی؟ همین جامونم فدای ایران، این شد وطن پرستی؟ کلمه پرستی از پرستاری میاد، یعنی از وطنت پرستاری کنی. هممون بلند شدیم از دست پرسمون در رفتیم اومدیم اینجاها، بعد از اینجا نسخه میبچیم برای اونا. تازه حالا کیا به ما توجه میکنن؟ هیچ کس. اینه که هیچ کس از شما ایراد نگرفته تو نوشته هاتون. حالا هم که یه نفر اومده ایراد میگیره، به جایی که بری بنویسی، چند دو هفته پیش بود برای دختر خانم دانشجویی نوشتم این جمله‌ای که شما نوشتید اشتباهه، بدید به 2-3 نفر دیگه، بعد اگه اونا گفتن اشتباه نیست من میرم یاد میگیرم. برای من نوشت آقا خیلی ممنون، من به دوستام گفتم، گفتن این جمله اینجوریه. ببین اون جوونه اینجوری برخورد میکنه، بهش میگی این اشتباهه، برو از یکی سوال کن. من میگم من که ادعا نکردم که من همه چی رو بلدم. ما نگفتیم شما ادعا کردی همه چی رو بلدی، شما حتی بلد نبودی بنویسی ساعت 3 بعد از ظهر ما میخوایم با سربی باشیم، من کمکت کردم اینو ببر بالا، اینو بیار پایین. اونم شما فعال سیاسی هستی، از سال 2022 تا امروز یه دونه چیز جدید نداری؟ یکیش مال 2018 است، یکیش مال سال 2022. از 2022 تا 2023 صحرای کربلا شده بود ایران، وقت این دوست ما هیچی نداره، همه کارا خراب، هر کی میاد یه چی میگه دلش خوشه. بذارید من باز یه چند تا از این نوشته های ایشون رو خودم و اینا رو نشونتون بدم که گذاشتم اینجا توی این صفحه آقای پاک نژاد. ما فولدری درست کردیم، فکر کردیم حالا ایشون میاد یه بحث درست حسابی راه میفته. این کمرای 3 دوستان و ببینید، اول نوشتم 1, 2, 3, 4، این فکر کردم به 4-5 تا تموم میشه. خب نگاه کنید،
اون بالا دوباره چیزه اومدیم پایین، برای من نوشت که آقا من نوشتم برای دوستان ساعت 3 بیان. رفتم نگاه کردم اینم آقا اینجا هیچی نیست، این علامت تعجب میبینی؟ هیچی نیست. اومدم این پایین ناصر پاکنژاد جانوری 27 2022، سال 2022 ایشون نوشته. حالا ببینید چی براش مسلم شده. آنچه برای من مسلم است تا هنگامی که اتحاد فراگیر ملی، دوباره ملی اومد، تنها در قالب جبهه آزادی خواهی ممکن است محقق نشود، نخواهم توانست توسط قدرت مردمی رژید را ببخشید نخواهیم توانست توسط قدرت مردمی رژیم را ساقط و آزادی و دموکراسی تضمین شده را در فردای ایران برقرار نماییم. از این رو از آنجا که موانع و مشکلاتی میان مدعیان مخالف رژیم وجود دارد، بدین جهت مناسب ترین راه حل برای حل موانع و مشکلات در گام نخست انجام گفتمان ملی با محوریت تأمین منافع ملی می باشد. بر این اساس من در برنامه زیر که در جولای 2020 انتشار دادم سعی کردم به بررسی مسائل مربوطه، حالا طرح اجرایی، این پایین ببینید همه صفحه پیدا نیست، من الان بهتون نشون میدم. یک لحظه 16/9 همه عکس رو بهتون نشون بدم. بله فکر کنم الان بهتر شد. بله اینجا طرح اجرایی برای ایجاد اتحاد فراگیر ملی کی دوستان؟ خودشون میگن جولای 2020. بیش از 3 سال گذشته. از ایشون میپرسم با کی هم بسته شدی؟ میگه هیچ کس. ایداد بیداد. خب بیان بریم پست بعدی. یک دو سه چهار. من اینجا نشستم تمرین صدا و تصویر رو همه کار کردم از 3 ساعت 4 ساعت پیش، بعد به ایشون تماس گرفتم که آقا میخوای با تلفنت با من مصاحبه کنی؟ دیدید دیگه، مثلا آقای رضا زهرایی بنده خدا یه تلویزیون پشت سرشه، یه تلویزیون اینجا، یه تلفن این و یه تلفن و بعد ایشون میگه نه بهتر شما میزبان باشید. آخه شما کجای دنیا یه کسی رو دعوت میکنن بیا با هم صحبت کنیم، بعد اون لحظه آخر که میرسه میگن حالا بهتره ما بیان خونه شما. آقا طرف خونهش ریخت و پاشه، اصلا 3 روز چی نخورده فکر کرده میخواد بیاد خونه شما امشب پرخوری کنه، حالا شما میخواییم بیان خونهش؟ خب این هم اون چیزیه که اون موقع میخواستم بهتون نشون بیدم. این عکسیه که ایشون گذاشته روی صفحه، بهش میگن کاور پیج، اوکی؟ یا کاور ایمیج، یکی از این دوتا، مهم نیست، مهم اینه که شما ببینید چی نوشته. این همون جمله‌ایه که 3 تا جمله رو همین جوری میچسبونن به هم بدون این که رعایت کنن اون دستور و فرهنگ فارسی و اینها رو بگذاریم. بعدم چی گفته؟ پذیرش جدایی ناپذیری ایران، برقراری تضمین شده آزادی های سیاسی در هر شکل از نظام های سیاسی منتخب مردم ایران. به به از چیز چی میگو؟ از شیخ ما چه عجب پنجه را باز کرد و گفت یک وجب، یا شیره را خورد و گفت شیرین است. خب بعد از 44 سال که فعال سیاسی بودید تازه شما به این رسیدید؟ اینجا نور داره عوض میشه. خب اینم از بیایم اینجا. آها خب حالا بعد از این ماجرا من چون به آقای کاووسی هم گفتم اگه میخواد بیاد تو برنامه صحبت کنه، به دیگر دوستانم گفتم، آقای کاووسی وقتی که ما داشتیم با این آقا چی مینوشتیم و اینها، ایشون آمد و نوشت که بذارید براتون نشون بدم. دوستان به شما هم میگم خیلی دقت کنید، این قسمتی رو که میگم لطفاً با دقت گوش کنید، یعنی اون وقتا رو مهم نبود دقت شما، اوکی؟ چون حرفا تکراری بود توسط آقای پاک میشون. ببین رهایی و نجات از یک دیگر عقب افتاده ژنتیکی جهان، جمله رو بپا، رهایی و نجات از یک دیگر عقب افتاده ژنتیکی جهان پنجمی،
خائن، وطن فروش، بی غیرت، بی مصرف تون، یعنی خودش نیست جز ما. موریان کشی بهترین خدمت به بشریت و دنیای هستی. بعد یه جاش هم نوشته بود که ببین عوضش کرده تا من اومدم. خب سعید فکر نمیکردم اینقدر ترسو باشی، چون من پاکش کرده بودم که فیسبوک بهت دردسر نده، ولی شما این نشون میده که ببین اون موقعی که اونو نوشتی عصبانی بودی. فقط حزب الله نیست که تعصب داره، کلمه تعصب یعنی عصبانی شدن در قبال یه چیزی، در قبال مذهبت، در قبال یه بوتی، در قبال یه شخصی، در قبال پارتی، حزب، فلان. آقای کاووسی نوشته بود راه چاره اینه که همه تون برید خودکشی کنید. براش نوشتم شما از قانون خبر ندارید. به انگلیسی نوشتم کاووسی do you know suggesting suicide to others، یعنی پیشنهاد خودکشی به دیگران جرم هست. دوستان شما میدونستید ما ایرانی ها اصلا میگیم برو بمیر، دیدید؟ برو بمیر، میام خونت آتیش میزنم. اینجوری نیست. یه دختری به یه پسری چند سال پیش گفت خب اگه اینقدر ناراحت یا میخوای خودکشی کنی برو خودتو بکش. اون خودکشی کرد، دختره را آوردن تو دادگاه و زندان و اینا. شما نمیتونی به کسی بگی بکش خودتو، شما باید اتفاقا زنگ بزنی به پلیس همون موقع که دوست من فکر خودکشی تو سرشه. متوجه هستید؟ اومدم قانون رو برای آقای کاووسی فرستادم، زبل بازی در آورده ورش داشته اون قسمت رو باریکلو آفرین. ولی بهش گفتم کاووسی جان چون تو نمیتونی خودتو کنترل کنی من مجبورم تو رو بلاک کنم. خب فکر کنید دوستان من با شما میرم یه کافه هر روز از دوستتم دارم، میخوام بریم بشینیم جوک بگیم و یه تا آبجو بخوریم، ولی شما هر وقت میای اونجا همینجوری که داری میری توالت دست میزنی همه لیوانای بطری و مشروب اینای دیگرانو میریزی زمین. خب یه بار ما به اون طرف میگیم آقا این مریضه، این رعشه داره، وقتی میره اینجوری میکنه، میگه اوکی از این به بعد شما برو بشین اون میز دور دمت مسترا که یه همچین اتفاق نیفت. ولی اگه دوباره دیگه این کار کردی سعید جان، اگه حتی اونا نگن دیگه نیاین، که معمولا میگن شما بیان دیگه اینو نیارین، خود دوستان شما رو نمیبرن. من میدونم سعید کاووسی مشکلش چیه. سعید کاووسی به قول مادر بزرگ من روحش از بدنش بزرگتره، حرف زیاد داره بزنه ولی جایی نیست حرفشو بزنه. اون موقع میبرد تو قالب برنامه دکتر اتومبیل، هر چیزی هم بهش میخواست میگو، اونا مردم بهش مزخرف میگفتن، اینم جواب میداد یا منطقه یا مزخرف، خالی میشد میرم خونه فیسش در میرم، اون سوپاپ به اصطلاح زودپز در میرم. الان این سوپاپ زودپز چند مدت جایی صحبت نمی کنه. خب منفجر میشی آقا، به جایی که الان زور بشینی دیزی بخوری این زودپزه منفجر میشه، گوشت و اینا میچسبه تو سقف و در دیوار و وایس تمیز کنی. خب اینم از آقای کاووسی که اینقدر فکر میکنه حرفایی که میزنه درسته اینجوری در رفت. خب آها این جمله بود که من میخواستم به شما بگم. از اول و اصل ماجرای ما با آقای پاک نژاد از اینجا شروع شد. من شدیداً معتقدم هر کسی که به هر دلیلی حاضر به همبسته شدن با کسانی که آزادی خواه و دموکراسی خواه هستند نشود، فعل پشت فعل، غلط پشت غلط، در هر آنچه که رژیم بر سر ایران و ایرانی می آورد سهیم هست. حالا باید سهیم هستن چون شما داری با جمع صحبت میکنی، درسته که در قالب سوم شخص مفرد صحبت. و برگردید دوستان این ویدیو رو از اول نگاه کنید، اگر شده باشه که حرف من و آقای پاک نژاد با هم دیگه قاطی نشده باشه، شما گوش کنید ببینید این آقا چند بار چیزها رو تکرار میکنه و نمیتونه یه جمله ساده ای رو که خودش نوشته برای من و شما توضیح بده. من این بوده ماجرا رو که براش نوشتم که خب آقا شما به من بگو شما با کی همبسته هستی که به دیگران میگی اگه همبسته نباشی شما
به اصطلاح خائن هستید و در ایران سهیم نیست و همم میخوان فوری سهمیه ایران بردارن. این هشت این رفت دیگه آقای، یعنی ما گفتیم بابا بستم نخواستم، برنامه شما خیلی پرباره برای خودتون خوبه. ببخشید من اینکم آها چشمم از اینجا اینو میبینه، یک لحظه اینجا این نور آفتاب و اینا داره کم زیاد میشه. بذارید من براتون شماره تلفن و اینها رو بذارم، اگه خواستید تماس بگیرید. شما هم خواستید میتونید در برنامه های تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، به شرطی که تحمل صندلی داغ رو داشته باشید. من یه لحظه این پرده رو ببندم. خب آمدیم، برگشتیم. اینجا دو تا پرده هست، بعد به خاطر ساعت تابستون و زمستون الان که پاییزه نور جهتش عوض شده، ما خیلی رادستمون نیست. خب ایشون نتونسته برای من بگه، ولی خیلی خوشحالم که تو برنامه زنده الان داریم که ایشون بعد از چند سال که اون چی بود میگفتن نمیدونم جامعه الفلان نوشته و فلان، هنوز میگه با هیچ کس. خب آقا اگه هیچ کس اون چیزی نیست که شما میخواید، خودت هم نتونستی یه چیزی باشی که دیگران بخوان شما رو، فکر نمیکنی موقعی رسیدی بری دنبال کاره؟ فکر نمیکنی بهتر مثل سوربی بگی آقا من در سیاست نادانم؟ این کلمه نادان بودن رو ما به اشتباه تو ایرانی باز فحش کردیمش. فحش، برو نادان، برو احمق نفهم. آمریکایی باش حرف میزنی میگی من نمیفهمم. شما به یه ایرانی بگو شما اینو نمیفهمی، اگه یقت رو نگرفت و پدرت نسوزون شانس رو بولی. بهترین راه حل، باز یه نوشته دیگه از کلمات قصار این آقای پاک میجان کمرای سه، بهترین راه حل، یعنی همه راه حلهای دیگر امتحان کرده از متناسب چی میگن عالی خوب فلان، حالا رسیده به بهترین، بهترین راه حل برای مشخص شدن درستی یا نادرستی نظرات و اقدامات هر شخص یا جریانی در انجام مناظره با منتقدین و مخالفین واقعی خود می باشد و من بدین وسیله از منتقدین و مخالفین نظر و عمل کردم دعوت به مناظره می کنم. من میگم آها عمل کرده شما چی بوده که من باهاش مخالف باشم؟ تازه بعد من کجا باید برم؟ باید برم وزارت ارشاد؟ باید برم سواد؟ باید برم سواما؟ کجا برم تا شما بفهمی من مخالف واقعی هستم؟ حالا اونا میگن توی طرفداری و میهن پرستی باید واقعی باشی، این آقا امتحان کنکور گذاشته برای مخالفین واقعی. دست شما درد نکنه. ببینم بازم چیزی دیگه دارم. برید صفحه شو حتما نگاه کنید، اقلا یه تبلیغ مجانی براش شده باشه. حالا که آمد و بنده خدا کت شلوار و اینها، اون موقع شب الان تو اروپا ساعت 9 بود، الان دیگه 10 تقریبا. خب اینم باز یکی از کلمات قصار ایشونه. شما از این نوشته ها اینا رو بردارید، عکس بگیرید، برای یک کتاب درست کنید. این کتاب رو میتونید بفروشید به مبالغ خیلی زیاد. کلمات قصار از آقای ناصر پاکنژاد. من ماندم چرا برخی ها بدون داشتن دانش مناسب به خصوص در مسائل سیاسی مرتب در اینجا و آنجا اظهار نظرهای کارشناسانه می کنند؟ آقا مثل خود شما ما هم موندیم که چرا یه عده‌ای فکر می کنند اینا فعال سیاسی هست؟ بذارید من اینو براتون بنویسم که این تاریخ و اینا رو بدونید کی به کی. پلیر دوره نمی خوام. یک لحظه، 3 و 4 و 5 و 6 و بس. اصلا همه چی ما رو ریخت به هم، چون قرار بود ما اینجا تاریخ داشته باشیم، چی داشته باشیم. با من برای خودم چیز کرده بودم آقا، من برای خودم یه ساندویچ درست کردم بخورم حالا برم مهمونی. اصلا چیز درست نکرده بودم، قرار بود برم مهمونی، ایشون یه دم ما رو گذاشت سر کار. خب بگن حالا تاریخ اونا رو می‌نویسه. امروز پنجشنبه 13 مهر 1403 است، برابر با 5 اکتبر سال 2023. خب ببین آفتاب دوباره اومد بیرون، اون نوره اینجوری میشه. دوستان اینا هستن. حالا این
خارج از ایرانه. شما بیا توی ایران ببرمتون سراغ آقای کی؟ آقای دکتر کورش عظیم بذاریم عجب خیلی باز اون خرابه. ایشون هم جزو جبهه ملی ایرانه. من چندین بارم با اون آقا صحبت کردم. یک لحظه، کورش زعیم، ببخشید گفتم کورش عظیم. دیروز یه برنامه نگاه میکردم، یه خانمی داشت راجع به لیلا فروهر صحبت میکرد. اولا محروم شده از فعالیت های خوانندگی، میگو مرحوم. بعد به دادگاه احضار شده، میگو اظهار. بعد آخرش هم اسم شهره آقداشلو رو فکر کنم گشنش بود، گفت شهره آشداغلو. اصلا من مونده بودم که آیا من خوابم، یه چیزی خوردم، مستم، یا برنامه گذاشته تو یوتیوب درباره بیماری لیلا فروهر. برید نگاه کنید، حالا که من میگم متوجه میشید. میگه که دادگاه اسلامی اظهارش کرد به جای احضار. بعد میگه از فعالیت‌های هنری مرحومش کردن، یعنی مرد به جای محروم. بعد از اونم میاد سراغ شورای آقداشلو و میگه شورای منم گفتم آشلاقلو. خب دیگه یکی از دوستان خوبمون اینجا چند سال پیش گفت که ماموران ریختن و دانشجوها رو ضرب و شتم. گفتم بابا ضرب و شتمه، شتم نیست، ولی هیچ ابی نداره. خود من بارها گفتم، یه بار دیگه هم بهتون میدم، اولین باری که من خوندم تمبر رو خوندم، تمبر پستی. برای که کجا ما دیدیم که به ا او بذارن؟ و من فکر کردم مثلا ما شیرازی ها میگیم تمبر، ولی نوشتش نوشته تمبر، خب ما بخونیم تمبر. حالا چرا داریم اینجوری تمبر بنویس تمبر، ولی وقتی مینویسی تمبر پستی میفهمیم دیگه منظور تمبره. اوکی، آقای سعید کاووسی رو گفتیم. میخوام یه روز بهش بگم بیاد اینجا بشینیم بیرون با یه تلفن مثل این بگیریم دستمون، برنامه بذاریم و یاد بگیری که آقا یه جایی رفتی منتظری تا ماشینت پنچه گیری کنن، یه جایی رفتی منتظری تا خوراکت حاضر بشه، این تلفن رو بگیر دستت، با مردم صحبت کن که یه کمی این عصبانیتت بیاد بیرون، تا بیاد خالی بشه. تازه حالا من فکر کردم این بعد از اون ماجرای به اصطلاح هرترد، یعنی اون اتفاقی که براش افتاد و بیمارستان رفت و اینا، بعد شما باش مصاحبه کردیم یک کمی کام شده، ولی نشده، این ماجرا درست نبود. خب بریم سراغ آقای کوروش زعیم. نوشته ها رو براتون بخونم، بازم این رو میذارم رو صفحه و دورنگش کردم. امروز یک کمی وقت داشتم حسابی. ببین چون فکر میکردم مهمونم، آمدم قشنگ سر دل استراحت نشستم کارام انجام دادم، که بعد این آقا میگه حالا شما این کارو بکن. آقا به این سادگی نیست که مهمون داشتن با مهمونی رفتن اصلا دو تا فعل مختلف گوناگونه. من براتون میخونم. برای آقای زعیم، کوروش زعیم، یکی از سردمداران مسئولین جبهه ملی ایران، نوشتم شهریور هم آمد و رفت، حالا منتظر مرگ دختری دیگر باشید. اینجا نشونده 25 شهریور. دیدید فارسی وقتی عدد می‌نویسی میپره، اینم من نمیدونم چرا، چون این عددا رو میبره سمت چپ. در هر صورت نوشتم آیا وقت آن نرسیده که شما و دیگر دوستان قبول کنید که تا امروز یک برنامه درست حسابی نداشته اید؟ حالا ببینید آقای زعیم چی برای من نوشته. بذارید من اینو بزرگش کنم که شما بتونید بخونید، ولی قبول کنید من که فکر کنم امتحان راستگوییم به شماها دیگه حداقل پس دادم. میدونید نه اجباری دارم نه ترسی دارم که دروغ بگم، چون دو تا عامل داره دروغ گفتن، یکی ترس از دیگران، یکی اجبار و خاطر پول درآمد یا هر چی دیگه. ایشون نوشته که با عرض پوزش، نه ما نمیپذیریم، نمیپذیرن که تا امروز یک برنامه درست نداشتن. حالا اگر یک کمی سن ایشون بالا نبود، من میگفتم خب اون برنامه درستتون چی بوده؟ اینه که 14 تا پیروپاتال امضا کنین، یکی یکی هم داریم میفتیم میمیرین، چی بوده تا برنامه درستتون تا امروز؟ ولی حالا بذارید ببینید بر اساس نوشته های خودشون با خودشون صحبت کنید. اوکی؟ با عرض پوزش، نه ما نمیپذیریم، شما باید بپذیرید که با منابع ما هیچگاه صحبت نکرده اید و نمیدانید ما چه کرده ایم و چه نکرده ایم
اخبارتان را از کجا میگیرید؟ آیا دست کم بیانیه های بنیادین ما را خوانده اید؟ بیانیه بنیادین، اوکی؟ بی جهت از 2 سال گذشته از 70 عضو ما که امضایشان روی بیانیه های بین المللی گذاشتن، بیش از 50 تن را احضار و تهدید و برای برخی حکم زندان دادن. اکنون بیش از 100 عضو داریم برای خود من حکم کیفری صادر کردن. همه اینها برای این است که ما هیچ کار نکرده ایم. نه بابا، شما خیلی کار کردین، به دست و خط و قلم و قدم خودتون رفتین تو زندان آخوندا. آفرین، مرحبا. اسم شاه، یه چند تا بازوبند بگید مادراتون ببنده رو بازوتون، بعد یه آخوندی رو هم پول بدید بیاد براتون دعا بخونه، چشمتون نزنن. با این همه فعالیت که شما کردید، این همان فعالیت که آقای ناصر پاکنژاد کرده، یکی و دوتا و ستا و دهتا و هزارتا میستا، هر چی دلت بخواد هست. خب حالا بیام، من نوشتم قربانت گردم، اگر من تنها ندیده و نخوانده ام بنده را محاکمه و مجازات کن، ولی اگر همین نوشته را برای 80 میلیون نفر دیگر هم ارسال میکنید، از خودتان بپرسید چرا این سربی احمق و اون 80 میلیون هنوز از ما بیخبر هستند. برای شما و دوستان شما بهترین ها را آرزو میکنم، موفق و پیروز باشید. میخوام دست از سر رو بردارم، دست بر نمیدارم. دوباره اومده نوشته، جناب سربی گرامی، ما برای شما و زحمتی که میکشید بسیار قدردان هستیم. ضمناً من با شما مساوی کردم، با خیلی جبهه ملی های دیگه هم مساوی کردم، ولی یک کدوم از شما نشد حتی بعد مسابقه بنویسید ممنونم از اینکه ما رو دعوت کردید، ممنونم از پذیراییتون، thank you for having me، چون آقای زعیم انگلیسیش هم خوبه، اوکی؟ یک کدوم از شما نشد بگین آقا به خاطر اون بطری آبی که دهنت خوش شد و هی میخوردی من یه دلار برات فرستادم. آقا ملت عجیبی هست. چیزی که هست، من یه تحملی دارم، میام میگم کارمون خرابه، کارمون خیلی خرابه، سعید کابوسی جوش میاره میزنه به سقف، میگه شما باید برید خودکشی کنید. گفتم آقا این کارو نکن، قانونش هم بهتون نشون میدم، نکنید. این کارو بنویسی ریپورتتون که میکنن هیچی، به قول ایرانی‌ها ستاره دار هم میشی. ایشون برای ما جواب داده، آقای صوبی گرامی، ما برای شما و زحمتی که میکشید بسیار قدردان هستیم. باید آگاه باشید که از شهریور پارسال که خیزش زنان ما آغاز شد، یعنی فوری زنان رو جبهه ملی گرفت، اوکی؟ زنان ما، حالا این زنان بیچاره، سلطنت طلبان میگن مال اونا، مجاهدین هم میگه مال اونا، هر کسی از هر جایی وامونده حالا میگه این زنان مال ما هست، اوکی، مال شما. خب که خیزش زنان ما آغاز شد و ما شادم میخوان جمع ببندن، یعنی زنان ایران. خب ولی ببخشید جونتون بالا بیا بنویسید زنان ایران، چرا میگید زنان ما؟ که فردا یه نفر گرفتن بگن آقا اینها کوروش زعیم نوشته زنان ما، یعنی شما جز جبهه ملی هست. بنام. و ما آن را 6 ماه بیشتر در بیانیه ها پیش بینی کرده بودیم. به 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 به، بعد از این آقای مانوک خدابخشیان چشمم به شما روشن. اونم میمد میگفت کتاب ساموئل برنکچی گفته بود همچین چیزی و من همچین چیز پیشنهاد میکنم، پیش بینی میکنم. مرد حسابی، با اون زندگی فلاکت بارت، نه کاری داشتی، نه زندگی داشتی، نه پولی داشتی، زندگی خودتو نتونستی پیش بینی کنی فردا چی میشه. بعد اومده بودی با این دست اینجوری و اینجوری، منم ممکنه فردا اینجوری بشم، کج و موج بشم، ولی اگه شدم اولین کاری که میکنم تو رادیو میام، تو تلویزیون نمیام، دومین کاری که میکنم نمیام اصلا، میگم بابا ولم کن، این همه آمدیم چی شد. خب حالا آقای زعیم پیش بینی کرده بوده، همه رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی، تلویزیون، رادیو، روزنامه ما را بایکوت کردن. خب چرا این قسمت چه پیش بینی نکرده بودین؟ چرا هنوز دنبال مفتخوری بودی؟ چرا یک این روزایی که هر کسی یک رسانه است، یا آقای به نام میلاد، اینم یه تبلیغ مجانی برای اون، برید نگاه کنید، فکر تو اینستاگرامه، میاد خوراک درست میکنه رو میز، چیا رو میریزه به هم و اینا، دمش هم گرم،
خوراکی که درست میکنیم میگه این خوراک به این زیادی هم میبریم میدیم به بچه های کار که تو خیابون هستن. دمت گرم آقا میلاد، اگه کسی باهاش در تماسه بگه این سوربی تبلیغ تو کرد. که احتیاج به تبلیغ ما ندارن، اونا 1 میلیون نمیدونم 2 میلیون 300 هزار نفر فلان چی دارن، ما که 300 تا 400 تا تازه همش هم کیا هستن، همه مثل آقای پاک نژادن. میگه شما بذار من حرف بزنم. میگم آقا یه جمله تو نیم ساعت داری حرف میزنی، جمله خودتو برای من ترجمه کن. اون شعره فکر کنم اینجا هستش که یکی برای من بنویسه، ای بسا یه هندو و ترک همزبان. این آقای چیز گفت ولی مال مولویه. وی بسا دو فارس نمیدونم آنها آشنا یا غریب اینا. میگه یک کسایی زبان هم رو مشترک نیستن ولی میفهمن، ولی یک کسایی مثل من آقای پاک نژاد زبانمون مشترک فارسیه، من حرف میزنم ایشون نمیفهمن چی میگن، اون حرف میزنه من نمیفهمم چی میگن. این شعره رو پیدا کنید یا من تو برنامه زیر یوتیوب اینا مینویسم، ای بسا هندو و ترک همزبان، وی وی بسا فلان. بعضیا دومی رو میخونن ای غلطه، وی بسا یعنی اولی ای بسا دومی و ای ای. اوکی ببخشید، حالا ما شدیم معلم فارسی، اینقدر دوستان فارسیشون خرابه، منی که چندین ساله گفتم فارسی بلد نیستم حالا اومدم ادعای فارسی دونستن میکنم. هر جا رسید ویرگول و کاما و نقطه و علامت تعجب و اینا نگذاری، جا داره، قانون داره، بگذاریم. خب همه رسانه‌ها ما رو بایکوت کردن، لابد در پی مطرح کردن رضا پهلوی بودن. صدای آمریکا که تقریبا هر ماه با من صحبت میکرد دیروز بایکوت رو شکست و با من صحبت کوتاهی داشت. بنابراین ما تنها از راه بیانیه‌ها که نظام مقدس را بسیار آشفته کرده بود دیدگاه خود را ابراز میکردیم. آقا این بیانیه‌ها رو کجا چاپ میکنین، کجا پخش میکنین؟ خدا پدر هر کسی که این اینترنت رو درست کرد بیامرزه که یک پایگاه چیزی شد برای شما مجانی، که آقای پاک نژاد بشینه اونجا از 2018 تا 2022 ثبت کرده، بعد نوشته من 2020 یک پرد دادم. پرد کجاست؟ لینکش کجاست؟ پی دی افش کجاست؟ بعد فکر میکنن حالا یه انقدی که نوشتن گذاشتن همه میان میخونن، همه مجبورن به دستور عملی که نه دستوری هست نه عمل شما میدونیم چی، برن عمل کنن. خب وقت نگید چرا ایرانیان نیومدن بیرون این دفعه. این مردکه پوفیوز که با زن هرزش این برانور مهمونی و رقص و پول جمع کردن، حامد اسماعیلیون که دید اصلا فاز اینا فلان رفت کنار، مسیح علی نژاد باز یه نوع دیگه پول جمع کردن، اون خانمه که بنیادی چیه که اصلا دیپرس بیچاره، قیافش رو نگاه کنید افسرده است. کسی که رفته باشه توالت تام کروز رو شسته باشه تا یه جایی بهش بدن، کسی که تو دین ساینتولوژی رفته باشه و فلان، هم اون افسردن. علی کریمی هم که امروز بود یا دیروز بود یه چیزی نوشته بود، حالا میفهمم چرا مردم نمی آیند. مردک بازی کردی، پول در آوردی رفتی خارج، حالا تو شدی، حالا اسم فوتبال اومد، این فوتبال سپاهان و فلان اینا. 60,000 آدم تو اصفهان رفتن بیرون، به نظر من 60,000 بی غیرت خواهر و برادر، حالا خواهرشون خواستن برن گفتن ما 200 نفر را میدیم، شما زیادتر از 200 نفر هست، ای توف به غیرتتون. ما حالا وایسادن پولاشون رو پس بگیرن، این پولا رو برید به قول سعید زهر مار بخرین خودکشی کنید. اونم از بازی ایران که تیم دولتی یعنی چی؟ دولت تیم فوتبال داره، دولت تیم والیبال داره، بدبخت کشتیگیره اگه برنده شد همه ما میشیم دوستش، فامیلش بودیم، اگه بازنده شد میگیم حقت بود، دیدی چه کار کردی، نیامدی نمیدونم دفاع کنی. دوستان همین زمان شاه گذشته اون آقای علی آبادی اگه اشتباه نکنم کشتی میگرفت 48 کیلو فرنگی، وقتی رفته بود رفتم با خانواده‌اش صحبت کنم، خانمه گفت از روز که رفته ما دیگه پول نداریم، این کارگر پول میداده فلان، یکی نبود به اینا حقوق بده. اون جاکش برادر شاه شاپور غلامرضا بود، کی بود مرده که این همه پول حقوق میگرفت؟ شما میدونید این مجانی میرفته تو خیابون از قنادی چیز میگرفته، شیرینی میگرفته، از اون یکی اونو میگرفته، سگش از گرسنگی مرده. بعد گفته من نمیدونم این چرا مرد،
این سگه اولا روزی سه بار میخورد، بعد روزی دو بار، بعد کردیمش روزی یه بار، بعد دو روزی یه بار، بعد اینجور. بعد طرف گفته خب قرم ساب بهش خوران ندادی مرده. این بود که این شد. اینا فرزندان خلف شاه هستن، فقط به جای اون مسخره بازی تاج و سنگینیش کنگوش آدن امامه گذاشتن سرشون، که هر وقت هم میخوان دیگه. حالا دیدین که زیر زانوشون هم میذارن که زانوهاشون یه وقت پی نبنده با این باجناق بازی. باجناق بازی توی نوشته های من و آقای پاک نژاد یه آقای دیگه اومد به نام تبلیغ برای ایشون هم باشه، حمید مرتضوی پور، اتفاق فکر کنم همین جا هم باشه، ریچموند و ویرجینیا و اینجا باشه. این یه آدم عقب افتاده که فکر میکنه موزیسیانه، ولی این اینجا بهش میگن ویدینگ سینگر، یعنی مثل اسقماتیکی شیراز مثلا گروه هایی که میان توی عروسی ها میخونن. و اینجا خیلیه، شما برو تو کرگلیس بگو من یه عروسی دارم، یه خواننده میام، پسرم میگه من میام 200 دلار 150 دلار ولی مشروبم به اینایی که میان همراه مجانی بده. این آقای حمید مرتضوی پور، مردک نادان، آمده زیر این نوشته های من و آقای پاک نژاد یه چیزی نوشته. به پاک نژاد گفتم آقا این نگاه کن، شما گفتید همبستگی، این نوشته همبسته، خب اینو بهش توضیح بده درست میکنه یا اتفاق بزن تو کونش بندش بیرون. برای که یه نفر از دست نده گفت نه حالا بذارید تو برنامه در این مورد صحبت میکنیم، اونم اگه حرفی داره بیاد حرف بزنه. حالا من فکر کردم این یه سیستمی داره، تلفن مینویسه اونجا، کسی زنگ بزنه با اسکایپ بیاد. آقا برید این برنامه، این آخونده چی بود، آقای مولانا نمیدونم مولوی چی بود اسمش، دکتر نمیدونم از انگلستان، ببینید برنامهشو خودش تنها نشسته بود تو این اتاقش، یکی با فیسبوک تماس میگرفت، یکی با اسکایپ تماس میگرفت. و آقای پاک نژاد ما رو 4 روز نگه داشته، حالا 10 دقیقه به برنامه اکاش اسکایپ باز بود بهتون نشون میدادم که آقا شما میتونید ما بیام خونتون. گفتم آقا من سیستم برای مهمون بودن ست کردم، اینجا برای وقتی یکی مهمون میاد باید براش میکروفون بذاری، براش یه صفحه از اسکرین شات از اون بگیری بذاری تو این. حالا شانس آوردم چون من میدونم به دفعات زیاد من داشتم این دوستان ایرانی رو. حالا این یکی نمونه بود، چند دقیقه قبل از برنامه حاضر بود، اونای دیگه ساعت مثلا 3 قرار داری، شما میگی حالا دیر شده 5 دقیقه رو بذارم، وای نیستی 3-5 دقیقه بهش زنگ میزنی، از تو توالت گوشی رو برمیداری میگه اه 3 شده. گفتیم 3 شده ولی اگه شما کونت رضایت میده خوش بی بیرون. این جوکشی که میدونی که تو عروسی ها وقتی میرفتن یه باقی 200 نفر بودن یه توالت اونجا بود، من هم بگه آقا منتظر کونت نباش بیا بیرون دیگه، صرف کشیده. یا بعضی ها میگفتن کونت اگه رضایت داد بیا بیرون. کارمون خیلی خرابه دوستان. آقای کاوسی قرار نیست به مردم بگی خودکشی کنن، بهشون بگو همونجوری که سوربی میگه کارمون خیلی خرابه. یا یه جمله هم از خودت اضاف کن، چند سال پیش که از دوستان این کار کرده بود گفته بود همونجور که سوربی میگه کارمون خیلی خرابه، درست شدنی هم نیست. اون قسمت دومش مال ایشون بود. اینم از این. 1 ساعت و 7 دقیقه با شما بودیم. این آقای زعیم از ایران، این آقای چیز من فکر کردم ایشون آلمانه. حالا بذارید صفحه‌شون رو بهتون نشون بدم، نه ایزاش که ما مصاحبه کنیم، ولی من میخواستم براتون یک برنامه داغ و ایشون هم گفتونم من یک برنامه داغ. این صفحه رو بذارید بندازم در select area. یک لحظه. این آقای فعال سیاسیه که بالاخره برای نخستین بار فهمیده چی کار باید بکنه، حالا میخواد این چی کار باید بکنه رو مجانی در اختیار من و شما بذاره. نوشته ناصر پاک نژاد، کلن 872 تا دوست اینجا هستن، قولتون میدم از این 400 تاش تا حالا فوت شده تو چند سال گذشته، مخصوصا دوره کووید. خب حالا 872 نفر شما رو میبینن، میان میزنن روی about ببینن این کیه. نگاه کنید دوستان، no work place to show، یعنی این جایی کار نمیکنه که ما اینجا نشون بدیم. No school to show، یعنی مدرسه نرفته که ما نشون بدیم. No places to show، مکانی رو نگذاشته. No relationship info to show،
اینجا ننوشته زن داره، بچه داره، خودش تنها زندگی میکنه و الی آخر. خب اینجا که میان این فرند که میزنی، آدمایی که تو همون 877 هرچی هن اونو نشون میده، بعد عکسایی که گذاشتن تو این مدت نشون میده، بعد میاد توی ویدیو، ویدیوهایی که یا گذاشتن یا از دیگران برداشتن ضبط کردن توی سیستمشون مونده. چقدر خوشحال میشم که آقای پاکنژاد زنگ بزنه بگه سور بی من اینا رو بلد نبودم، ممنون که یادم دادی. دوستان نترسید، گاهی وقتی این ماوستون رو این ور اون ور بچرخونید ببینید چه خبره. مثلا من خودم هنوز نمیدونم این چک این یعنی چی، نمیدونم. اوکی، اینجا مور بیشتر بیشتر apps and game likes event reviews given. خب حالا میایم این سوربی که هیچ ادعایی نداره ببینیم که این صفحهش چجوریه. این صفحه شخصی خود من، میای اینجا ببین من آگهی که این گذاشته بوده برداشتم آوردم گذاشتم اینجا، به خودشم یاد دادم که آقا اینو بذار بالا، این پینشو بردار که اینجوری بشه اونجوری بشه و الی آخر. اوکی، حالا بیاین اینجا، این آقایی که ادعا میکنه اگر کسی میخواد یه کاری انجام بده باید متخصص باشه، من میگم آقا متخصص بودن پیشکشه، اقلا قدمهای اولیه رو باید بدونی. دیدید اینجا میگن first aid، یه باکسی بهت میدن، یه تنسوپلاس توشه، یه گاز توشه، یه قیچی توشه، کمک های اولیه رو باید بلد باشی، همراهت باشه، شما نداری. خب این سوربی میای اینجا مینسی اباب بهت میگه که کجا کار میکنه، تو تلویزیون مردم تیوی، مدرسهش کجا بوده، دانشگاه اگه رفته کجا رفته، اینجا میاد کجا زندگی میکنه، واشنگتن دی سی، از کجا اومده، ازدواج کرده، زن داره، خیلی هم خوشحاله، ممنون همسرم هستم که ما رو 48 سال تحمل کرده. اینم شماره تلفن اون که شما میتونید تماس بگیرید. خب بعد حالا اینجا این ریلز هم این فیلمه که این جالبه، یک کسی ویدیوی فرستاده بود از رضا پهلوی که میگه ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. بهش میگه آقا تو نمیخواد ایران رو پس بگیری، تو برو تلفنتو از زنت پس بگیر، 10 دقیقه برو ببین با دوست فرانسویش کجا هست امشب، با کی میخوان برقصن، با کی. و چقدر این بیچاره رو دستمالی کردن توی این برنامه‌ای که رفت. اینم عکسایی که ما داشتیم و گذاشتیم و اینها، و اینم همین، این همه جا هست. اینم ویدیوهایی که داشتیم و گذاشتیم، همین الان ویدیویی که اینجا هست. خب و من امروز چون یه برنامه دیگه ای رو روشن کرده بودم، بذار ببینیم کسی اینجا، بله یکی از ایران گفت که من نمیتونم چیز کنم تماس بگیرم. خب ممنونم از آقای نیساری عزیز که برنامه ما رو شیر کرده، ممنونم از آقای شیرزاد جلیلی که برنامه ما رو شیر کرده، آقای احمدی هر وقت تونسته به یک نوعی کمک کرده، از این بابت از ایشون هم تشکر میکنم. اجازه بدید ما همینجا بریم دنبال کار زندگیمون و بفهمیم، قبول کنیم که چرا ایرانیا اون دوست دیگه اون آقای خسرو شکیب اومده، حالا یه پولی هم میده میره تو این تلویزیون تو اون تلویزیون، با آقای میبودی نشسته میگه ما نمیدونم افک فلان کردیم رفتیم اجازه گرفتیم ولی نیومدن، البته اومدن. آقا این شما داری حرف غیر قانونی تو تلویزیون میزنی، تو تلویزیون میگی مردم بیان بهت پول بدن، شما پولا رو توسط میدلمن، توسط دیلر، توسط صراف تبدیل کنی به تومن، این غیر قانونیه آقای خسرو شکیب، مواظب باش همین دوستان لوت ندن بیان دنباله. در صورت ممنون و متشکرم دوستان، همه زندگی ما بر همین اساس میگرده. یه عده‌ای متاسفانه همه هم فکر میکنن اینا درست میگن، همه راه حل دارن. آقا وقتی به یکی میگی راه حل چیه، میاد میگه این 3 صفحه کاغذ رو شما برو بخون، بعد اگه دوست داشتی بیا ماهیانه بده عضو این سازمان شو. حالا نشد، من بهتون گفتم من فکر کردم این آقای چیز تو آلمان زندگی میکنه، ازشون پرسیدم شما تو آلمانی، گفتم من تو هلندم. همون هلند شما چند تا حزب داری و شما تو اون حزبا به کدامشون پیوستی؟ اونجا که دیگه آزادیه، ما ببینیم آقا مرام چیه. یه دوستی آقای حاتم نوشته، نوشیروان حاتم اگه اشتباه نکنم، نوشته آقا این وقتی تو با این بیخود تلف نکن، این خب این درست نیست. آقا همه دوستان پشت سرت بگن بابا اینو ولش کن، این زده به سیم آخر، شما بیا ازشون سوال کن. دوستان من این جمله رو نوشتم، یه دفعه به یکی گفتم که پاراگراف به ایرانی میشه چی، گفت مقاله، گفتم بابا مقاله میشه آرتیکل،
آرتیکل پاراگراف پاراگراف بعد رفتم خوندم میشه قطعه. یه پاراگراف من نوشتم یه قطعه، یا سه جمله نوشتم اینو برای من بخون. آقای فرهاد احمدی تو کارهای تابلوسازی و نوشتن و بنر و اینا هست. خب من اگه یه روزی بخوام ببینم یه چیزی رو صحیح نوشتم یا غلط نوشتم، اول میبرم میدم به این انشا. هیچ وقت نوشته بودید؟ بدید به داییتون، بدید به مادرتون، بدید به پدرتون. من میخوام این انشا رو بنویسم ببرم. البته اونا هم گیر میدادن، انقدر میخواستن صحیح کنن که وقتی میخوندی معلم میگه این که مال تو نیست که. بابا من دادم ببینم غلط جمله ای چیزی. کارمون خیلی خرابه. این برنامه رو از هر کجا که میبینید لطف کنید برای دوستانتون بفرستید. اگه از یوتیوب میبینید همین الان بعضی ها میگه خدا کنه عنکبوت بیاد رو صورتت، خدا کنه نمیدونم عقرب میشد بزنید، همین الان برید لایک رو بزنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. و از اون مهمتر دو تا چیز زیر برنامه ما هست، یکی نوشته جوین، کمک کنید، حمایت کنید، یکی نوشته تشکر، thank you, thanks, yes, super thanks. اونجا میتونید اگه میخوان برای یه بار کمک کنید، ولی بهترین اینه که ماهیانه قشن بزنید $3، $10، $20، $100، $1000. اما این همه پیرزن و پیرمرد ایرانی موندن مردن، همشون هم به ما ارادت داشتن. یکیش اسم تلویزیون مردم ما رو ننوشته جز به گرچه اگه ایرانی ها هستن آخر عمری که میخوان بمیرن خودشون انقدر بدهکار میکنن با کریدیت کارت که اگه اسم هم نوشته بودن لابد طلبکارا هر روز به ما زنگ میزدن. ممنون و متشکرم. به پایان آمد این قسمت، حکایت همچنان باقی است تا برنامه دیگر که کسی با اشتباهی دیگر، با پای خودش، با قدم خودش بیاد در استودیو و با باسن خودش بشینه روی این صندلی داغی که ما زیرش علاءالدین والور، اون یکی کوچولو والور بود، آبی بود، علاءالدین یه رنگ سبز به خصوصی داشت، روشن کردیم. مواظب باشید وقتی میخواید بیان بشینید یه دوشکچی همراهتون بیارین که فلانتون نسوزه. روز روزگار بر شما خوش. مرسی مرسی مرسی.